برنامه فرمودین که همه چیز از همزیستی سه تا میکروب به وجود میاد. سوالم اینه که اون سه تا میکروب رو کی به وجود آورده و آیا همزیستی این سه تا میکروب تصادفی بوده یا خاص یک نیروی مافوق بوده؟ نه، همزیستی میکروب ها که برمیگرده به بالای میلیارد ها سال پیش بر اساس وقت هست، بر اساس حرکت هست، بر اساس جنبش هست و این هست که داروین رو مشخص میکنه. نخستین بار اون هست که از این واژه استفاده میکنه. هدفمند هم نبوده اما به قانونمند هست، قانونمند هست اما هدفمند نیست. اگر هدفمند بود همه ما شبیه به هم بودیم، اصلا هیچ کدوم ما به وجود نمی اومدیم، ولی فرض کنیم می اومدیم، همه ما شبیه به هم بودیم. این حرکت ادامه داره، این شور و این جنبش ادامه داره و این شور و این جنبش روی بخت سوار شده. متاسفانه در فارسی ما میگیم تصادف یا اتفاقی یا الله بختکی. امیدوارم ما در آینده بتونیم یک واژه زیباتری برای اون پیدا بکنیم. اما نه، هیچ موجودی در یک روز خلق نشده، هیچ دیزاین خاصی در کار نبوده، هیچ طراحی از پیش تعیین شده در کار نبوده و به خاطر اینم هست که زندگی زیباست، قابل پیش بینی نیست و به خاطر اینم هست که آینده رو پر از راز میکنه چون قابل پیش بینی نیست، اما قانونمند هست، روی قانون سوار شده و این اون چیزی هست که ما در کیهان خودمون میدونیم. و یادتون باشه ما حیات رو میتونیم توصیف کنیم اما هنوز قادر نیستیم که حیات رو تعریف کنیم. اینو تکرار میکنم واسه جوانان ایران، ما در علم تنها میتونیم حیات رو توصیف کنیم اما قادر به تعریف کردن حیات هنوز نیستیم. اوکی.